وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. بنام خداوندی جان و خیرت و با عرض سلام و درود و خسته نباشید خدمت یکایک بیننده های نهایت عزیز تلویزیون خورشید و خدمت دوستداران و علاقمندان برنامه فقهی خانواده. خرسند و خوشحال هستم که باز هم در خدمت قرار دارم و مطالبی را با شما شریک می سازم. امیدوار هستم از داشته های امروز سود ببرین و ما را همراهی بکنین تا آخرین لحظات و دقایق برنامه. دوستان نهایت عزیز، نهایت از همیتان شکر گذار هستم از اینکه شما بیننده برنامه فقه خانواده هستین و به این برنامه توجه دارین. ولی نباید فراموش کنیم که مباحث فقه خانواده و مطالبی که تذکر داده می شود خیلی ها مفید و خیلی ها مهم و اساسی به همه ما شماست، به همه ما شماست. ما بحثای را آغاز کرده بودیم در پیوند به ای که چی گونه می توانیم در قلوب همدیگر مؤثر واقع شویم، یا چی گونه می توانیم محبوب باشیم و دیگران را از خود خوش بسازیم. و بحثی هم در جلسات قبلی داشتیم که هر انسان در ذات خود مدنی بالطبع هست. الانسان جمعی بفطرته، و پنج خصلت و پنج چیز در وجود هر انسان وجود داره و جزء طبیعتش است. اول، هر انسان من حیث انسان داره یک عقیده است، یک نزعه دینی به داخلش است، و هر انسان من حیث انسان هدف گراست، هر انسان من حیث انسان مقلد است. و می خاطر است که یک طفل قسمی تبارز میکنه که خانوادهش است، یک طفل قسمی رفتار می داشته باشه که مادرش است و پدرش است، و هر انسان من حیث انسان مدنی به طبع است، دوست داره در اجتماع باشه. وقتی ما در اجتماع باشیم و خصلت ما طبیعت ما امیست، پس باید کوشش بکنیم که محبوب دیگران باشیم و دیگران را از خود خوش بسازیم. پس اولین روشی را که ما داشتیم به بحث می گرفتیم، قبل از او می خواهیم مطلبی را با شما شریک بکنم که امروز در جهانی که ما زندگی می کنیم، آهسته آهسته خانواده و کانون گرم خانواده به طرف حاشیه روان است، و حتی در امریکا علما و دانشمندان سرشماری دقیقی کردند و آرا و نظریات مردم پرسیدند. در نظریات مردم پنج نقطه خیلی ها مهم، پنج نقطه خیلی مهم و درخور ارزش را پیدا کردن. اول ای بود که یعنی مردم امریکا نظری اولشان و خاص اولشان امی بود که جریمه خیلی بالا از اونا گرفته میشه و با اونا به سختی رفتار میشن، از رفتار پلیس و اردو شکایت داشتن. و نقطه خیلی مهم فرو رفتن و از هم شکستن خانواده بود که در امریکا خانواده فعلا مشروع وجود ندارد. و همچنان نقطه سوم که بررسی کردن تلوث محیط بود. نقطه چهارم مرض ایدز در حال کثرت که در افغانستان متاسفانه در حال شکلگیری و در اونجا در حالت وفور و کثرت بود. و نقطه پنجم تبعیض نژادی، چه قسمی که در کشور ما هم وجود دارد. ولی مهمترین نقطه‌ای که ارزیابی کردن و رأی‌گیری کردن امی بود که در خانواده در حال انفصام و انقراض و شکست است و رو به تباهی و بربادی است. بعد از او عاجل اقدام میکنه، حتی کلیه تحت عنوان چگونه میتوانیم خانواده را دوباره، خانواده ای که از هم پاشیده، دوباره بتانیم سر و سامان ببخشیم. حتی در پانتون ها حتی چپترهای به این راستا نوشته میشه، زیرا که زندگی و حیات هیچگاه معنا نداره. اگر چندی که سرمایه داشته باشی، پول داشته باشی، زور داشته باشی، تیاره داشته باشی، سلا داشته باشی، امکانات داشته باشی، ولی خانواده نداشته باشی، انسان نداشته باشی،
پس او حیات، او زندگی هیچ معنا و ارزشی ندارد. حتی در آلمان وزارتی تحت نام وزارت عائلات یا وزارت خانواده وجود دارد. رابطه مستقیم با وزارت مالیه، با وزارت داخله، با وزارت خارجه دارد. اونها درک کردند که ما نمیتونیم یک جامعه متمدن داشته باشیم تا وقتی که یک خانواده با ادب و یک خانواده با تربیه، یک خانواده سالم نداشته باشیم. پس انسان هیچ ارزشی نداره دوست عزیز، هیچ ارزشی نداره. ارزش انسان، جایگاه انسان به دو نقطه گره خورده است. اول، انسان باید با ایمان باشه. چرا انسان بی ایمان فرقش با حیوان در سه چیز است. حیوان متحرک بالاراده، حیوانی که متحرک است با اراده حرکت میکنه، و حیوانی که بی اراده حرکت میکنه و حیوانی که سخن میگه. و دوم، ارزش و جایگاه انسان در ادب انسان است. وقتی کلمه ادب ما شما میشنویم، احساس میکنیم که یک انسان رفتار خوب داره، یک انسان گفتار خوب داره، مؤدب است. بله، رفتار خوب، گفتار خوب ادب است، ولی کل معنای ادب نیست. معنای ادب، کل معنای ادب چیست؟ انسان مطابق تقاضا و مقتضیات ایمان خود حرکت بکنه، این معنای ادب است. ادب با آنچه که می آموزی عمل کنی، این معنای ادب است. ادب با قرآن باور داشتن، این معنای ادب است. پس ما انسان مؤدب و انسان با ایمان مهمترین و با ارزشترین انسان می نامیم. و می خاطر است که مولانا سید میگه از دیو و دت ملولم و انسانم آرزوست. از انسانهای بی ادب میگه بیخی ملول شدیم، خسته شدیم، می خواهیم انسان داشته باشم و انسان ببینم، با انسان زندگی کنم. ما انسان زیاد داریم، لیکن انسانی که فقط متحرک است را میره، ولی انسانی که در او انسانیت باشه وجود نداره. پس انسان ارزشش در ایمان و در ادب است، و ادب معنایش عمل با آنچه که می آموزیم. پس از همه شما دوست عزیز می خواهم که به خاطر داشتن یک خانواده مؤدب با فرهنگ تلاش کنیم و کوشش بکنیم یک خانواده با ادب داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم، برابر از کسی که در حال تشکیل یک خانواده سالم است و یا یک کسی که قبلا این خانواده را تشکیل داده. پس ما صمیمانه از دوستایی که در نظم و نشر این برنامه ما را همراهی کردند، دوست عزیزمان قدیسه عبدالبشیری سیرت و دوست عزیزمان محترم فرهاد که زحمت زیاد کشیدن، و دوستی عزیزمان عبدالحمید، دوستی عزیزمان محمد مزمل، و همکارای نهایت مهربانمان و همکارای تخنیکیمان و همچنین تیم کاری و زحمت کشمان، واقعا از اینا صمیمانه باید تشکری کرد که در تنظیم این برنامه و همچنین در نشر این برنامه، در بخش تخنیک، در بخش ادیت، از اینا باید تشکری کرد که همچی یک برنامه را به خاطر همکاری با شما هموطنان عزیز، تا اینکه بتوانیم یک خانواده مهربان و مؤدب، یک خانواده با فرهنگ، یک خانواده سالم، یک خانواده عاری از هر نوع امراض داشته باشیم، یک نوع همکاری به ماست. و تشکری خاصی از دوست عزیزمان که واقعا زحمت زیاد کشید، دوستی خیلی مخلص محمد فرهاد، خداوند از اینا راضی باشه، و دوست عزیزمان قاریسی عبدالبشیری سیرت که مسئول برنامه های اسلامی این تلویزیون است، و همچنین از این تلویزیون زیبا هم تشکری کرد که زمینه همچو برنامه های آموزنده را به ما مساعد کرده است. پس صحبت من دوستای نهایت عزیز، زیاد حاشیه روی نکنیم، ای بود که چگونه میتونیم دیگران را از خود خوش بسازیم و چگونه میتونیم محبوب قلوب دیگران باشیم. وقتی انسان ناگزیر است در اجتماع باشه، در اجتماع زندگی کنه، پس ناگزیر است که کوشش بکنه محبوب دیگران باشه. اولین چیز و اولین نکته گفتیم تقوای الهی است. تقوای الهی است اولین گامی است در راستای محبوب شدن
و این که دیگران را از خود خوشحال بسازیم، زیرا قرآن میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی از خدا بترسه، تقوا پیشه کنه، برای هر تنگی و ضیقی الله رای بیرون رفت برایش پیدا میکنه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. خداوند در هر کارش آسانی میاره، در هر کارش فراخی میاره، در هر کارش بهبود میاره. نکته دوم گفتیم، چون چیزایی است که در جلسات قبلی هم بحث داشتیم، ایست که با برادرمان، با همسرمان، با شوهرمان با پیشانی باز مواجه شدیم. چون رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید یکی از جمله امور نیک و پسندیده ایست که با برادرت با پیشانی باز مواجه شدیم. دوست عزیز، ما را همراهی بکنین، اما بعد از نشر یک حدیث مبارک. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه می گوید شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت چه کسی برای خوشرفتاری من از دیگران مستحق تر است؟ فرمود مادرت. گفت سپس چه کسی؟ فرمود مادرت. گفت بعد از او چه کسی؟ فرمود باز هم مادرت. پرسید پس از او چه کسی؟ فرمود بعد از او پدرت. دوست عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان پیرامونی چگونه میتوانیم محبوب باشیم و چگونه میتوانیم در قلوب دیگران مؤثر واقع شویم و دیگران را از خود خوش بسازیم خوش آمدید میگم. گفتم راههایی وجود داره که ما میتوانیم محبوب دیگران باشیم. اول تقوای الهی، دوم با برادرمان، با دوستمان، با همسرمان با پیشانی باز مواجه شیم. و همچنین نکاتی را به بحث گرفتیم که هیچگاه یک شوهر خوش نداره یک خانمش سلطجو باشه، خانمش خودخواه باشه، خانمش دروغگو باشه، خانمش عبوس باشه، پیشانی ترش باشه. هیچگاه یک شوهر خوش نداره. خانمی که همیشه نقنقیست، خانمی که همیشه بدزبان و بدگوست، بهانه جوست، هر چیز بهانه گرفته سر و صدا میکنه، چیغ و فریاد میزنه. خانمی که همیشه انعزالی و گوشه‌گیر است، خانمی که همیشه یک نواخت، همیشه ملال آور از چیرش، یک نواخت زندگی میکنه، هیچ نو به سر و صورت خود نمیرسه. خانمی که همیشه عنید است، همیشه در مقابل سخنان شوهر استادگی میکنه و سخنانش را رد میکنه. و همچنین شوهر چیزهایی داره که خانم از او خوشش نمیاد. شوهری عبوس، پیشانی ترش، شوهر خوش نداره. شوهری بخیل، یک خانم خوش نداره. شوهری چرکین خانم خوش نداره. و همچنین ظالم و همچنین ترسو و همچنین ساده لو و امور دیگه. پس هر شوهر کوشش بکنه اموری که خانم خوش نداره از خود دور بسازه. نکته سوم که عنوان ماست دوست عزیز، گرچند در روشهای خوشبختی در میان زن و شوهر اشاراتی داشتیم، ولی باز هم میخواهیم در این مورد هم اشاراتی داشته باشیم. چگونه می توانیم محبوب دیگر را باشیم؟ سلام دادن به هم دیگر، سلام دادن به هم دیگر. رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید القی السلام علی من عرفت و من لم تعرف. سلام بتین به هم دیگر، برای کسی که میشناسین و برای کسی که نمیشناسین. و یکی از علایم قیامت امیز، امروز ما به کسی سلام میتیم که او را میشناسیم، به امرایش روابط داریم، شناخته ماست، دوست ماست، اقارب مان است. در حالی که پیغمبر میگه القی السلام، امر میکنه من حیث امام مان، رهبر مان، القی السلام، سلام بدین علی من عرفت، بر کسی که میشناسی، و من لم تعرف، بر کسی که نمیشناسی. از ایشان پرسیده شد بهترین اسلام
کدام است؟ کی را ما بهترین مسلمان گفته میتانیم؟ پیغمبر چی زیبا جواب میده؟ افضل الاسلام، بهترین اسلام، محبوبترین اسلام، اطعام و طعام، طعام دادن به دیگر است، سخاوت است، همکاری است، خیرخواهی است، و افشاء السلام، دادن سلام، نشر و پخش سلام است. و صلوا باللیل و الناس نیام، نماز خواندن در شب در صورتی که مردم خواب باشند. بهترین اسلام این سه چیز معرفی میکنه: دادن طعام، خیرخواهی، صدقه، همدردی با دیگران که میتونه در اطعام و طعام شامل باشه، و افشاء السلام، نشر و پخش سلام است، و نماز خواندن در شب وقتی مردم خواب باشند. و همچنین رسول پاک نشانه دوستی را سه چیز معرفی میکنه. نشانه و علائم دوستی و محبت میگه سه چیز است. اول، وقتی با برادرت روبرو میشی سلام بدی. یکی از نشانه دوستی و محبت تو نسبت به برادرت و از برادرت نسبت به توست. وقتی برادرت میبینی با بهترین و مقبولترین نام او را صدا میزنی. ای از نشانه دوستی یک مسلمان با مسلمان دیگه است. سوم، وقتی برادرت را میبینی که در مجلسی حضور داری که او داخل میشه، جای برش باز میکنه. و میخاطر است که قرآن میگه و اذا قیل لکم تفسحوا ففسحوا فی المجالس یفسح الله لکم. وقتی برات گفته میشه به برادرت جای باز کو، حتما ای کار بکن تا اینکه خداوند برایت فراخی بکنه و خداوند برات رحم بکنه. ولی امروز متاسفانه چیز وجود نداره. با برادر ما وقتی روبرو میشیم احساس میکنیم باید او به ما سلام بده، در حالی که رسول پاک علیه السلام میفرماید کسی که آغاز به سلام میکنه، کسی که اول سلام میده، از کبر بیزار است. او انسان متواضع است، انسانی که اول میخواد سلام بده به دیگران. ولی امروز ما انتظار داریم که دیگران باید به ما سلام بده. پس برادرمان را متاسفانه نه تنهایی که به محبوبترین نام صدا نمیزنیم، بلکه نامش را میشکنیم، نامش را کسر میکنیم، نامش را نصفه میسازیم. اگر عبدالسلام است، سلام برش میگیم. اگر عبدالرحمن است، رحمان برش میگیم. در حالی که پیغمبر میگه از نشانه های دوستی و محبت ایست که با محبوبترین نام برادرت را صدا بکنی و نام زیبا سرش بگذاری. و این نشانه دوستی و محبت است و همچنین در مجلس جای برش باز بکن. پس دوستان حیات عزیز، سیومین کلید یا سیومین روش یا سیومین طریقی که می تواند ما را محبوب دیگران بسازد، افشاء سلام است، سلام دادن به دیگران است. چهارم دوستان عزیز، تبادل هدیه است. گرچند مسئله هدیه را در میان روش های خوشبختی میان زن و شوهر هم بحث داشتیم، و همچنین تبادل هدیه میتونه در بین خانواده و در بین هر مسلمان راه های خوشبختی را باز کنه، راه های دوستی را باز کنه و محبت ما را در قلب یکدیگر جاگزین ببخشه. ولی امروز متاسفانه موضوع هدیه در برخی مناسبات صورت میگیره، خصوصا در وقفه نامزادی میبینیم که از طرف داماد روز یک هدیه بخشیده میشه، در خلال یک هفته ده ها هدیه، در خلال یک ماه صد ها هدیه. ولی وقتی که این خانم به خانه شوهر انتقال داده شد، سالها میگذره، خانم از طرف شوهر خود هدیه دریافت نمیکنه و شوهر از طرف خانم خود هدیه دریافت نمیکنه. پس تبادل هدیه نظر به فرمان پیغمبر، به فرمان پیغمبر دوستی و محبت در قلب یک دیگر ایجاد میکنه و ازدیاد میبخشه. تحادو تحابو، هدیه تبدیل کنین، رد و بدل کنین، محبوب هم دیگر شوین، محبوب هم دیگر شوین. هیچ مشکلی نیست. بسیار یک تحفه ناچیز میتونه هدیه خوبی باشه، یک دسته گل، یک بوتل عطر، یک جوره لباس، یک جوره سرپایی، یک جوره بوت، چیزی باست که در پهلویش نوشته بکنی.
هدیه ناچیز برگ سبز توفی درویش برای خانم عزیز، خانم برای شوهر محترم، برای یک دوست. و یادتان باشه جملات زیبا اگر در کنار هدیه نوشته شوه این تأثیر به سزای داره، تأثیر مستقیم داره در روحی خانم و در روحی شوهر، در روحی یک برادر مسلمان. پس کوشش بکنین، مهم نیست که هدیه بسیار کلان و قیمتی و ارزش باشه، هدیه بسیار یک ناچیز میتونه مقدمه برای رفع دشمنی و رفع کدورت باشه. زیرا رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید تهادو تحابو فان الهدیه تذهب وحر الصدر. هدیه را دو بدل بکنین، چرا هدیه و تحفه از بین میبرد کینه و کدورت، بغض و حسد را. بعضی اختلاف ها، بعضی کینه ها، بعضی دشمنی ها امکان داره سالها دوام پیدا کنه و حتی امکان داره که راه علاج و جلوگیری و مهار کردنش وجود نداشته باشه، ولی با یک هدیه و تحفه میتونه این کدورتی که سالها امکان داشت دوام داشته باشه ایرا از بین ببره. پس چهارمین وسیله که ما را میتونه محبوب قلوب دیگرا بسازه و دیگرا را از خودمان خوش بسازیم، به هم دیگر تحفه بتیم، شوهر به خانم، خانم به شوهر و همچنین یک دوست به دوستی دیگری. نقطه پنجم، دوستای نهایت عزیز، چگونه میتانیم محبوب دیگرا باشیم و دیگرا را از خود خوش بسازیم؟ ایس که به حرف دیگرا دقیق گوش بدیم با سه روش. اول، وقتی با کس روبرو شدیم کوشش کنیم که به شکل کامل به او متوجه شویم. نکته دوم، حرف آخر یا کلمه اخیر تکرار کنیم. نکته سوم، جملات زیبا و مقبول را در وقت مواجه شدن استعمال کنیم. با این سه روش ما میتونیم دیگرا را همیشه از خود خوش بسازیم. رسول پاک صلی الله علیه و سلم وقتی با کس روبرو میشد، اذا التفت جميعا، وقتی با کس روبرو میشد مکمل متوجه میشد. ولی امروز با تأسف باید بگویم دستمان به یکی، چهرهمان به دیگر. حتی بعضی دوستای ما همزمان با سه نفر احوال پرسی میکنه، یک دستش به یکی، دست دیگرش به دیگر، رویش به مقابل دیگر. نه خیر، این خلاف سنت است، باید کامل به کس متوجه باشیم. پس روش و طریقه پنجم را انشاءالله با شما شریک میسازیم، اما بعد از نشر حدیث مبارک زود برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه ميگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک ولی در ترازوی اعمال سنگین و نزد خداوند محبوبند، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. دوستای نهایت عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان پیرامونی چی گونه می توانیم محبوب دیگرا باشیم و در قلوب دیگرا مؤثر واقع شویم و همدیگر را از خود خوش بسازیم، شما را خوش آمدید میگم. اول گفتیم تقوای الهی، دوم که خیلی مهم بود دوستان حیات عزیز، تبادل هدیه که عنوان بحثمان بود و همچنین سلام دادن بود و با پیشانی باز مواجه شدن بود. گفتیم در حسن استماع، سخن همدیگر را به شکل کامل گوش کردن از سه طریقه باید ما کار بگیریم. طریقه اول، به شکل کامل متوجه شویم. چرا پیغمبر اعظم علیه السلام وقتی با کس روبرو می شد به شکل کامل روبرو می شد؟ ولی امروز وقتی یک برادر را می بینیم
یک برادر رو میبینیم که به مستوای ما برابر نیست، اول سر و زیرش چک میکنیم، بعد نوک دست خود به او میتیم، آیا این میتونه ما را محبوب دیگر را بسازه؟ اذا التفت التفت جميعا، وقتی به کس پیغمبر روبرو میشد به شکل کاملش روبرو میشد. پس نباید ما با یک دست بتیم چهره من طرف دیگر را باشه، باید به شکل کامل متوجه شیم. نقطه دوم که میتونه ما را محبوب دیگر را بسازه، حرف اخیر یا کلمه اخیر برادر ما را تکرار کنیم. طور مثال ما از وظیفه به خانه برگشتیم، دیدیم که خانم ما ناراحت است، بعد از اینکه سلام دادیم، بعد از اینکه جملات زیبا را استعمال کردیم، بعد از اینکه احوال پرسی کردیم، دیدیم که خانم چهرش گرفتگی است. خانم عزیز چرا ناراحت هستین؟ در جواب میگه والا پسرم امروز مکتب رفته بود یا دانشگاه رفته بود یا بازار رفته بود، وقتی برگشت دیدم که از پایش خون میچکه، به اون خاطر ناراحت شدم. خب ساکت میشه، شوهر دوباره پرسان میکنه از پایش چرا خون میچکید، اما جمله اخیره تکرار کنه، خانم خوش میسازه. یک برادر با برادر دیگه وقتی همچو جمله را میگه و همچو کلمه را میگه، جمله اخیرش تکرار شوه، میگه ولی با دوستش جنگ کرده بود یا گفتگو کرده بودن یا جای افتیده بود پسرم، پایش خراشه شده بود، بالاخره خون میچکید. زیاد خون نه زیاد خون نمیچکید. خب چی کار کردی؟ پایش پاسمون کردم، انشالله قابل تشویش و قابل نگرانی نیست. پس وقتی جمله اخیره خانم تلفظ میکنه، شوهر دوباره اما جمله را از پیش پرسان بکنه، یا یک دوستمان با ما میخواد صحبت کنه، جمله اخیر از پیشش تکرار کنه، و ای میتونه او را از ما و ما را از او خوش بساز و ما را محبوب قلبی از او بگردان. ما دو قسم علاج داریم دوست عزیز، یک علاج جسمی هست، یک علاج جسمی است. وقتی جسم ما دچار مرض میشه، دچار مشکل میشه، میبینیم که عاجل به طبیب رجوع میکنیم، عاجل تماس میگیریم. کدام دکتری ماهر نمیشناسی، دکتری دانسته، دکتری لایق، میگیم بله در فلان منطقه است، عاجل رجوع میکنیم، دکتر علاج من میکنه. اگر نیاز به آپریشن و عملیات باشه عملیات میکنه، اگر نیاز به تداوی مستمر و دوامدار باشه، میبینیم که چندین ماه ما را میخواهد که بیا دوایت به شکل دوامدار استفاده بکن. یک نوع مرض داریم به نام امراض روحی و امراض نفسی یا علاج نفسی، علاج روحی میگه. امروز ما اطبای داریم به نام دکترای روانشناسی، علاج از اینا یا تداوی از اینا چگونه تداوی است؟ فقط به خاطر تسکین اعصاب انسان و یک نوع مساعدت و همکاری موقتی میتونه با مریض خود داشته باشه. دوای خواب آور، خواب مصنوعی میاره، شاید شبی یا پاره از شبی ایر آرام بکنه، ولی نمیتونه به شکل کامل علاج کنه. پس امراض نفسی و امراض روحی خیلی به چی علاج میشه؟ یکی از علاجهای زیر قرآن معرفی میکنه که تنها با یاد و ذکر الله انسان علاج می شود، دلها آرام می شود. اما علاج این برادر یا این خانم یا این شوهر از طریق گفتگو است. وقتی کسی که تکلیف روانی داره پیش دکتر مراجعه می کنه، می بینی که از پیشش پرسیده می شه چی تکلیف داری؟ میگه من یک آدمی منفور هستم، هیچ کس مرا دوست نداره، همیشه محروم هستم، خانواده مرا دوست نداره. با او گفتگو می کنه، لحظات و ساعاتی با او گفتگو میکنه دکتر، عاجل برش دوا نمیده. پس دوستای عزیز، بزرگترین علاج تکلیف روانی یک شوهر توسط خانمش است، بزرگترین علاج تکلیف روانی یک خانم توسط شوهرش است. به می خاطر است که قرآن میگه ما همسرتان را از نفس خودتان، از جنس خودتان آفریدم تا اینکه توسط از او سکون و اطمینان حاصل کنین، روانتان علاج شود. چیزی باست که خانم شوهر سخنان شوهر خود را و شوهر سخنان خانم خود را بشنوه و همدیگر خود از این طریق علاج بکنن و خوشبخت شوند. از اینکه دوست عزیز وقتی برنامه تمام است و شما تا این ما را همراهی کردین، از همیتان تشکری میکنم. انشاءالله تا دیدار بعد که در خدمت قرار میگیرم شما را میتانه و الله بنیاز میسپارم. شاد و کامیاب و کامگار باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.